خانم شما نرید داخل، بفرمایید. خانم بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید بیرون. خواهر من بفرمایید. خانم بفرمایید. خودمو چی کرده؟ گوز خورده. آقا بفرمایید. حسن من بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. خواهر من بفرمایید. همینو میخواستی؟ بفرمایید. تو با کدوم مریضی؟ من با آمان آمدم بیرون. کم آمانه؟ الان اینجا بود، فکر کنم رفته دستشویی، الان میاد. بیا بریم معلوم میشه. ای آقا ولم کن، مامانم نیست. ای من میگه مامانم نیست، میگه بیا معلوم میشه. دیگه اینجا پیدا نشه. آقا بیشور مرگ خواب تو رو بگفت. شما نمی کنم، من دارم خیابون تماشا میکنم. بی خود یه تو بیمارستانم نه چی نگاه میکردی؟ میگم من به شما نگاه نمی کنم، عجب گیری افتادی. میاد
بله. موبایلتون میدین من این زنگ بزنم؟ من شارژ ندارم، یه آدرس میخوام بگیرم. قابل شما رو نداره، مال من یه طرفه است. دختر جان بیا سوارش میرسونم. چی میگی تو؟ بابا من چیزی نمیگم، میگم بیا سوارش میرسونم. کجا میرسونی؟ مگه جای نگفتم به تو؟ هر جا بخوای بری خب میرسونمت. بیا سوارشو. میخوام. کجا؟ پیش کدوم رفیقت میخواستی بری؟ سیاوش بود، سجاد بود. سیاوش؟ سجاد رو میشناسی؟ من نمیشناسم، شما داشتی صحبت میکردی. میگم شما سوارشو میرسونمت. من پولمون ندارم. اب نداره، سوار شو. سوارش میرسونم. نه ترس، بیا سوار شو. نه ترس بابا، بالاخره باید ماشین سوار شی دیگه. فقط من قبلش 4-5 تا بچه هست، اینا رو باید برسونم مدرسه، یه سرویس مدرسه دارن. هی بابا چای نمیخوری؟ کسافت. اب نداره بابا، خودتو ناراحت نکن. آدم از کله صبح که اوقات خودشو تلخ کنه تا خودشه همینجور اوقاتش تلخ. من به این میگم این فراری از تو درنه دیدیش؟ میگه آره من سجاد رفیق منه. این سجاد رفیق تو آقه؟ میگه آره. الان بعد این همه وقت داره به ما میگه ما سینه نیدم. میگه من نمیشه، دروغ گفتم. داره میگونی و الان بعد پنج روز اینجا آبارم دست داره به من میگه. اب نداره بابا، اب نداره. این حمیده میگه؟ آره میشنسیش؟ نه میشناسم، شما داری میگی. کجا میشناسمش؟ کارش چیه؟ شما دانشه ولی تو کار تلا هست. آن تلا ملا؟ پس یقین این آقازاده ای چیزیه ها؟ بابا اونجوری که ها؟ پس که رکی؟ آوار از بدبخت خونش برامینه، دانشگاهش قزوینه، خودش همون تو شهرستان برستانه. پس کمو نمیشناسیش ها؟ دیگه میشناسمش، از پارسال که اومده بودن اونجا میشناسمش. پارسال اومده بود اونجا ها؟ کجا اومده بود؟ هجده یا سیگره خب بیس گرم سلام. این آویزه از چهارم اینجا ترکه؟ برو بعد از آویزه، سرم شلوغه، کار دارم. باشه. مشتری بود؟ آقا عاشق طلاق، تمام طلاها رو میشناسه، کار چینه، کار ترکه، کار ایتالیاست، دختر عجیبی. خب آقای کریمی، این فاکتوره
اینم امضای بنده. خب اینم خودکار شما، خدمت شما. یه دقیقه این مقلقه تو بزن بلا. برای چی؟ یه دقیقه گردنه تو نشون بده. برو گم شو، فکر من خرم. مگه نمیگی عاشق طلایی؟ چه ربطی داره؟ ربطش الان بهت میگم، صبر کن. اینو نگه دار، نگاه کن، قشنگه. آره. اصله؟ 18 یاره. طلاست؟ آره بابا. خب بدش من. نه اینطوری که نمیشه. پشتو بکن. آقا فیلم مرداری برای چی داری میکنی؟ من دانشجوام. من خوشو گوش کن، خوشو گوش کن، باید بشینی سیر تو پیاز جریان با این دختر جریان دوربین تعریف کنی. حالا میری بشینی اون تو خوب فکراتو میکنی چیزی رو جان اندازی. به من نه، گفتم تو دوربین. آها آقا دو دره بازتر از اون دختر مادر نزاییده. من نمیدونم اون برگشته به شما چی گفته، ولی اون آدم خطرناکیه. من تو طلا فروشی که بودم از پشت ویترین مخ منو زد. من میگم اصلا آمار منو داشته، قشنگ برنامه ریزی کرده بوده. سلام علیک نکردم که یه گردنبند کرد تو پاچه ما. نمم که پس نمیداد، بگو یه ماچ. بعد یه مدتی هم شاکی اومده به من میگه که طلا چیه زیر مغنم و مانتو و روسری قایم شده، کسی نمیبینتش. من آیفون میخوام. گفتم برو بچه پر رو، مگه پول داشتم که واسه خودم میخریدم؟ یه ما بعد گوشی آیفون دستش بود. گفتم اینو از کجا آوردی؟ به من نگفت که نگفت. یه هفته بعدش هم نصف شب به من زنگ زده میگه که آمار یه فراری 8 میلیاردی میخوام تو تهران، اسم صاحبش هم سجاده. من خرم منم کلاس بذارم. گفتم آره مال رفیقمه. سه روز نشده تهران بود، زنگ زده به من میگه من خونه فرار کردم، بریم پیش آقا سجاد. گفتم ننت خوب، بابات خوب، آخه بچه این چه کاریه؟ نکنین کارو، برگرد جون مادرت. گوش نکرد که نکرد، شروع کرد داد زدن، فوش دادن، نمیدونم من تو رو لود میدم، تو منو گول زدی، بابا منو میکشه، از این حرفا. همینجوری گفت. گفتم دیگه من هیچ کاری از دستم بر نمیاد. گفتم دو سه روز میمونه تهران، سرش میخوره رو سنگ، برمیگره میره شهرستان خونه ننه باباش دیگه. موند. آخرین خبری هم که ازش دارم توی اورژانس، آخرین شب تو اورژانس بود. دیگه خبری ازش ندارم. آقا تو رو خدا اگه داستانیه، چیزیه، ماجرایی شده به من بگین. نکنه آدم کشته. اول خیابون یه نگاه این ور میکنی، بعد اون ور نگاه میکنی. بارکلا. بریم با امید خدا. سلام. بیدار شدی؟ گوسند نی؟ یه شیر داغ و یه کیک میخوری؟ بعدت نمیاد، بیا.
فهمید گه آقا بیا شیر داغ آوردم، بیا شیر داغ آوردم. گلنار خانم، حاج گلنار، نگفتی با؟ چیو نگفتم؟ نگفتی همین یارو رو نگفتی؟ چی؟ گفتی آوارش شدی؟ حمیدو میگی؟ حمید نبود، اسم قشنگی داشت، حمید نبود. سجاد؟ سجاده. از سکاری که اون نیست که. اون نی؟ نه، سکاری فراریه. آها، کیه فراریه؟ یعنی چی فراری؟ فراری ماشینه، ندیدیش؟ آه، من فراری ماشینه؟ همه دیدن، عکس اینم من دارم. دیدم، نه خودشون دیدی، نه خودشون. صفحه گوشی من هم هست. آه، آه، آره، خوبیم که اینه پشکه ریخته تو خیابونا. این اینه پشکه ریخته؟ این قاره اینه پشکه ریخته. این اصلا یه دونه بیشتر نیست ازش تو کل ایران. 9 میلیارد پولشه. 9 میلیارد تومن؟ آره دیگه، پس چی؟ امکان این صحت نداره. یعنی چی امکان نداره؟ خب من که دارم میگم دیگه. 9 میلیارد تومن یکی میاد پول چارت چرخ میده. آره دیگه، تو کل جهان از این چند تا دونه بیشتر نیست، یه دونه شو ایرانه. من اشتباه نمی‌کنم. من الان گفتم تازه اسمش به گوشش اومد. من نمی‌دونم، من راننده آژانس نمی‌دونم، شما می‌دونی؟ نه دیگه، حتما نمی‌دونی که داری میگی دیگه. به خود اعصاب منم خرد می‌کنی. خیلی خواه هرکی خون خود تو کسیف نکن. حالا میخواد چکار کنیم؟ میخواد بخریش؟ مسخره میکنی؟ نه به قرآن، شما داری میگی، میگه میخواد چکار کنیم؟ میخواد بخریش؟ حالا این فراری، این فراری دست شما. ها رسیدی بهش، چکار میخواد بکنی؟ اول یه دل سیر اینو نگاه بکنم. آه سوارش بشم صندلیاش و گاز بدم برای خودم تو اتوبان. صورت زیاد این دکمه رو بزنم سقف باز بشه، سقف باز شد باد بیاد و موهای خودم ول بکنم تو این باد. آه رو سریم نداشته باشی ها؟ نه دیگه، بادم بیاد، موزیکم بذاری، زبطم روشن چه شود. خب گلنار خانم همین؟ همین مگه کمه؟ نه کم نیست، من دارم میگم همین. آره دیگه، بعد آرزوش داشته باشی تا بفهمم چی میگم. خب اینو امام آرزوش نداریم، رو سریم سرمون نمیکنیم. من شرط بستم با دختر شکویه شوت. خب بابا میگه تو کی هستی؟ تو چجوری میخوای با این ماشین فراری عکس بگیری؟ مگه میتونی؟ حالا همچی عکس اینو بگیرم بکوبم تو صورت این دیگه همچی حرفی به من نزنه. خب شرطم بسی باش. پیداش میکنی؟ چی پیدا کنم؟ ماشین رو پیدا میکنی فراریو؟ من نمیتونم، هزار تا کار دارم. چرا نمیتونی؟ آشانس من مگه الان من وضعیت من نمیدونی اینجا؟ پنج روز من الان علاق شدم، نمیتونم برگردم خونه، نمیدونم چی کار بکنم. از واقعا دلت میاد من الان اینجوری؟ خداییش دلم نمیاد، خداییش دلم نمیاد. پس پیداش کن دیگه، تو خدا پیداش کن. لا 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 لا، امر دیگه نداری؟ شوخی که نمی کنم، دارم چه؟ شوخی نمی کنم، میگم امری دیگه نداری، کار دیگه نداری؟ واقعا یعنی میخوای پیداش کنی؟ حالا داریم انجام میدیم دیگه، کارهای دیگه تو انجام میدیم دیگه. پیداش میکنی؟ میفتیم ردش دیگه، چیکار کنیم؟ میتونی واقعا؟ آره کف خیابون میفتیم ردش دیگه. واقعا باورم نمیشه. برای چی میخوای این کارو بکنی؟ ها؟ شما میگه پیداش کنم، پیداش نکنم. خب میخوام بدونم واسه چی قبول کردی الان؟ من نمیدونم، شما داری میگه، من دارم کار بعدی میکنم، اگه کار بعدی میکنم پیداش نکنم. نه ولی من همین دیروز سوار یه مزدیری شدم، مردی که بیشرف جلوی خودم داشت سر میزه دنبال جای خالی میگشت. مزدیه؟ آره منم سر چهارا همچین پریدم با این داغش رو به دلش گذاشتم. زانوی منم شکاف، نگاه بکن چجوری شده. نمیخواد نشون بدی، نمیخواد نشون بدی. چند سالت شما؟ میخواد سوال علیکی بلکی برای چی میپرسی؟ بابا علیکی بلکی نبره، نمیخواد سن تو سال اصل مطلب چه اصلا فرق نداره مال من. من میخوام شرط تو رو بدونم. شما میخوای ماشین رو پیدا کنی منو پیداش میکنم دیگه، اصلا فرق نداره که. همینجوری علیکی علیکی که نمیکنی که. هیچ شرطی، یه شرط دارم من فقط. میدونستم دیگه، همینو بگو. من
من شرطم اینه که اگه تا سر 6 پیداش کردیم پیداش کردیم، اگه نکردیم دیگه من از سر 6 بعد آژانس باشم دیگه، بعدش نمیتونم میدونی؟ بعدشون که باید چیز دارم دیگه، شیفتم نمیشه اصلا. الو 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 آجمه، حالت خوبه؟ روبرایی الحمدلله آجمه. آه سراغ ما نمیگیری؟ آه گرفتم، آره اونو پشت ماشینه گرفتم. آره خوابیده؟ آه خودت نخوابیدی؟ نمیخوای بخوابی؟ میخوای من بیام اونجا بخوابی؟ خب نوکرتم هم کار نداری؟ خدا خدا پس بیفتیم رند فراری، یه امروز بیفتیم رند فراری بینیم خدا چی میخواد. بچه تهرونه آمان همه جاره داره. من گفت برو اونجا، هیچ که کاری به کارت نداره. کسی هم چیزی گفت بگو. خب منتظر مادر منه هستم که مشهد بیان دیگه. خب این شد 3 و 4 شب، درسته؟ چی؟ یه شب مرقد امام، یه شب راهن، یه شب فرودگاه، دیشب هم اورژانس، درسته؟ خب یه شب دیگهش کجا بودی؟ آه میخندی؟ آه با آدم زرنگی طرف یه قبول داری؟ نه آخرش بهت بگی. خب نداره و نمیخوای بگی. خب میارزید واقعا به این بدبختی آوارگی؟ نمیارزه به قرآن ایدیه؟ نمیارزه واقعا. آخه تو نگاه نکردی که درست نگاه بکنم. نمیخوام ببینم، نمیخوام نگاه بکنم. آخه کوفتم نمیارزه، کجاش میارزه آخه؟ باید عاشق باشی تا بفهمی من چی. عاشق یادش بخیر، همیشه نرگس میگفت، میگفت عشق علافی میخواد دیگه. ای بابای عشق سوز هر جا میری عشق. باشم عاشق والی خان بود، دیدی والی خانو؟ نه والی خان که عکسش رو نشون بدم. آه آه این مال ویدیوه. ماهواره. ماهواره فرق نمیکنه که دختر خوران سلطانم عاشق این بود. من نرگس هم اینو دوست داشت، هم مهمت. مهمت رو میشناسی؟ محمد نمیشناسم. نه ندیدی عشق ممنوع رو؟ نگاه نمیکنم مال چی باید ببینم من؟ نگاه نمی کنم اصلا. شوالش آخرش هم رفت، پاسپورت هم نداشته. خب اگه پاسپورت نداشته این یقین قاچاق رفته، قاچاق نباشه نمیتونه بره، هیچکی نمیتونه. از موقعی که رفتم یا خیلی تنها شدم، تنهای خیلی بده. تا حالا تنها شدی؟ آه که همیشه تنهایی، مال ما فرق نمی کنه تنهایی معنایی. به نظر من خدا چون خودش تنها است، خب تنهایی رو دوست نداره، واسه همین همه رو جفت. ای خدا خیلی حرف قشنگی زدی ها، نمیدونم خودت متوجه شدی نشدی، خیلی حرف قشنگی زدی. یقین اینم چیز یاد داده ها؟ نرگس بود، نصرم بود چی؟ نرگس دیگه اون یاد داده؟ اونم از این سریال ترکی یاد گرفته بود. این سریال های ترکی؟ ای بابا ای خاک تو سرت رایی. موتورگازیشو بیشتر از ما دوست داشت، من گفتم بابا این موتورگازی رو بفروش برای ما این ماهواره بگیر. نخری؟ آی من زد، آی من زد. بابا تو میگی رئیم؟ خب بعد زشت خوبیت نداره اینجوری راجع بابا تو صحبت کنی. چه بابایی؟ نباید این کار رو کنه، آدم باباش دشمن شما باشه نباید اینجوری صحبت کنی. بعد زشت کرده گفت این گوشی از کجا آوردی؟ از کجا آوردی؟ خبش میگفتی هم نداش بابا جان جان این گوشی از فلان جا آوردم. کار نداش از کجا آوردی حالا؟ اینم نمیگی؟ عجب کلکی هستی تو. نرگسی نه ماور نداشتم، ولی کلید ویلای دکتر رزاقی نه دستشون بود. هر شب که خورم سلطان داشت ما فرداش میافتیم یواشکی تکرارشون نگاه میکردیم. هیچی هم نمیفهمی؟
تو ماهواره داری؟ ماهواره نه، اصلا ماهواره نگاه نمیکنی، تلویزیونشو نگاه نمیکنی، چه برسه ماهواره؟ خودت نگاه نمیکنی، زن بچهت که نگاه میکنه. اینه بابای من. زن بچه نداریم، کدوم زن بچه؟ نداری؟ زن بچه. صدا در نمیاد، خب؟ هیچی نه. الو، حال شما خوبه؟ سلامتی الحمدلله. هم بفرمی. چش میرسم خدمت، رأس ساعت میرسم. امری نداری؟ چش، خدا حافظ. سر رام باید بریم تا یه جایی. کجا؟ حالا بهت میگم. کجا آخه؟ بیا کارید نباشه، شما حالا این همه جا رفتی اینو روش فرق نمی کنی که. ها؟ الان سوارش میکنیم اصلا حرف نمیزنی، هرچی اون گو بله خانم، چش خانم، حق با شماست خانم، منو به این صدا نمیکنی. خیلی خوب، من که از هست میدونم نمیدونم که همون آده، فقط میگی همون. خیلی خوب، باری کرده. سلام خانم، حال شما خوبه؟ سلامتی الحمدلله. بخشیدم. بفرمایید. نه بابا منم شیفت نبودم. خوبی؟ بله الحمدلله. سلام. خدمت شما خواهد. بسه در نکن. ایشون دختر یکی رفیقا مال کار اومده اینجا، داشتم میوردم ترمینال رو سوارش کنم بره. حالا اگه شما دیرتون میشه میخواه اول شما رو برسونم بعد بیام اینو ببرم. ها اما دیر میشه. دیر نمیشه، کجا دیر میشه؟ نمیخواد. بریم الهیه. الهیه؟ چش الهیه فرق نمیکنه کدوم مسیر برین؟ نه یواش. حالا من نمیدونم این دختر چی کار کرده یا شما باهاش چی کار دارین، ولی واقعا تفلکیه، اینی یه گنجیش تو برف. تو را همش زل زده بود به من، میگفتم موبایل تو از کجا آوردی، میخندید. عاشق عطر و لباس و برند و از این چیزا بود. فقط من مونده بودم تو ماشین آقا نادر چی کار میکنه، یه آدم جبهه‌ای، معتقد، انسان. میگفت دختر یکی از دوستا ببره یه سیر از کار اومده تهران، میخوام ببرمش ترمینال. بعد شب که با دخترم حرف زدم گفتش که از سحر تو ماشین آقا نادر بوده. بارش کردن آیدی؟ مامانی چیکار میکنه؟ مامانم کار میکنه دیگه.
خواهرا چی؟ دو تا برادر دارم. این از همشون بزرگترم هست. باباشون قبلا باغبون بوده. مونتا بعد از جنگ که میگیرن باغ ماغا رو ویلا میکنن دیگه میفته تو کار رستوران و این چیزا. هومگه؟ ها؟ چی؟ عطرتون رو میگم هومگه درسته؟ نمیدونم هدیه گرفتم. الان دارین همراهتون من ببینمش؟ اینا رو کجا میبینی؟ من میدونم دیگه میشناسم، یعنی اکثر اطرار من میشناسم، عکسش هم هست دیگه تو اینترنت هم هست. بابا این خودش موبایلش یه دنیان. این موبایل تو از کجا بردی؟ نمیگه به هیچکی نمیگه. سه‌شنبه کنسل خانم؟ وفاته. نه وفات که نی، گفتم اگه امروز به جای سه‌شنبه هست من دیگه سه‌شنبه رو بردارم شیفت بگیرم. آه رفتی با اون نداره. کی بیام دنبالتون خانم؟ نمیدونم، خبر میدم. فقط شما زحمت بکشین زودتر خبر بدین که من برسم بیا. باشه چشم. باش. راستی غذای لیلا رو شفاجه بهش بگی. چشم، حواس من هست. البته خودم بهش زنگ میزنم. چشم. میخوای سفارش چیزی نداری من بگیرم بدم لیلا؟ دستت درد نکنه. خدافظ. خدافظ شما، به سلام. ای بابا امو زور شد. امو چیه امو؟ خودت گفتی بگم. من گفتم جلو خانومه بگو امو. اما خوبه دیگه. اما خوبه. اما میرسی؟ آره با این بغله. اینو خیابون ماشین فروشا. میبینی جای فراری؟ اینجا نیست که. اینجا نیست ها؟ از من اینجا سوال کنم. فراری قیمت 9 تومن ها؟ 9450 نمیده؟ خب اما قیمتشو دیگه همه میده. میشی اومدم من.
بکتاش. آقا بکتاش. من همایی کردم دادم رفت میشیم. سلام. سلام. بفرمایید. این کره رای 3800 6 سیلنده درسته؟ بله. چند قیمت بود؟ 1200. دست نمت بزن. بله. بر خود میخواد؟ نه تولد باباستش میخوام سپرایزش کنم. الو مامی سلام. بله من رسیدم. این تودوزی زرشکی مرونه. بله درسته. همونه که میخواین دیگه. باشه نت داری؟ عکسشو میفرستم. بله. ببخشید آقا عکس اگه میشه بگیرین لطفا. عکس از ماشین بگیرم؟ بله اونجا وایسین که منم بیفتم. عکس از ماشین بگیرم یا از شما ماشین بگیرم؟ اونجا وایسین منم میفتم دیگه اینوری میگیریم. من میخوام عکسو نشون بدم. ماشین لباس نیست که خانم. میخوام نشون بدم دیگه بالاخره باید ببینم. خب باشه منم ماشین میگیرم. نه خب من میخوام باشم اینجا. نه وایسین. بفهم. گرفتم. خوب شد. آن یه لحظه اونجا وایسا. سوار ماشین نشو خانم. سوار ماشین نشو لطفا. ببخشید. خانم. مشکلی پیش نمیاد. میخوام یه عکسشون بدم به بابا اینا. نمیشه خانم. آقا برو اونجا مشکلی مسئله ای نیست. برو. برو اونجا یه عکس دیگه. بیا خانم بیا. نه نه اونجا وایسا. اونجا وایسا. بیا. دستم فرمون میگیره. خوبه همه این عکس‌ها واسه اینستاگرام عالیه. نه قشنگ نگاه کن تار نشد. واسه یه تولد بابا عکس می‌خواستن از ماشین بگیرن بعد خودشو گرفتن. خود شما بگیری؟ بله. این گوشی منه. بله خب می‌خوام عکس بگیرم از شما. یه یوزر تمام کار. عکس بگیریم از شما مگه نمیخواید برای بابا سورپرایز کنیم؟ پس من باید بگم تولد بابا مبارک. ممنون دست شما دادم. خب با این میتونیم یه دور بزنی؟ خانم جوانی مثل شما هر کاری که دلش بخواد میتونه بکنه. به شرطی که بشینه این و به خدا هر روز این دختر رو میان تو نمایشگاه ما همین کارا رو میکنه. منم بکتاشو دیدم. بکتاش هم با این دختره داستان داره. اصلا خوراکش این دختر در بدرم. مثل همیشه چند وقت پیش به عنوان مثال یه داستانی داشتیم. دو سه تا از این پلنگ ملنگا اومدن تو، شروع کردم با من صحبت کردم. بکتاش اومد سوسکی اینا رو زد که آره بریم دور دور بریم دور دور. رفتن سمت دور دور، بردنش تو بیابون، خفتش کردن، هم بیمه رو ازش دادن، هم پولا رو ازش گرفتن. ولی خب بکتاش حرفه‌ایه دیگه، پولا بیمه گرفت. این دختر از این استولا بود. تو بچه کجوی شمالی؟ برای چی میخوای؟ خب میخوام بیام دنبالت، بریم این و بریم اون و منو ببری جنگل رو نشونم بدی، بریم کنار دریا، آتیشی، ماهی کبابی، قشنگ نارنج و بیه چلونیم همچین روی ماهی. آره دیگه قبول داری؟ آره که قبول دارم. خب پس الان نمیخوای منو ببری دور دور ها؟ چرا نمیخوام ببرم دور دور؟ آخ مشکل فقط سویجه که تو خونه که اونم مهم نیست. یکی از بچه های دفتر رو میگم بره خونه برداری بیاره. چی دوست داری بخوری الان میجون؟ خب چی داری؟ بستنی، قهوه، هر دوتاش با هم، کافه گلسه. آفرین. من خوردم خیلی دوست دارم. خیلی خوب من هم دوست دارم. پس الان پیاده میشیم میریم دفتر. من یکی بچه ها رو میفرستم بره سویج رو بیاره، خودمون هم ترتیب گاو گلاسه رو میدیم. اوکی باشه. نه من نه دوتا میشید تو ماشین. ما اومدم دوباره ماشین گیرم. نه خب پیداش کردم. بیا بریم فامیلش هم مدخواه دیگه. من نمیدونم آدرسش پیدا کردی؟ میگم باشگاه داره. بده بده بده. ممنون من ماشین مورد علاقه هم پیدا کردم. بای. الو مامی نمایشگاه دیگه. نمایشگاه دماغش میفته انقدر نگه میداره. عمل کرده دیگه مثلا. عمل کرده. اما مدلی که میخوای نیست. نه یه مدل بهتر استر. آره بد نیست. باشه باشه باشه. قناری اینقدر فش فش میکنن. باشه بای بای.
یعنی من یه جوری داشتم حفظم بیارم همه چی میخ مونده بود. منم بودم باور میکردم. حالا من خودم نمیتونم. من دروغ میگم سری خنده میگیرم نمیتونم. صاحب بابا ما باشگاه مردونه که نمیتونی بری تو. عجب آدم خری. گلار گلار نگاه عجب بچه نفهمی. بلش کن بابا. کجا خانم؟ سلام خوب هستین؟ من با مدیر اینجا کار داشتم. آنچه باشگاه مردن شما نمی بینید آخه. میدم یه لحظه آقا سجاد رو صدا میکنی. سجاد کیه؟ صاحب اینجا دیگه فراری داره. فراری کی اینجا داره خانم؟ لطف کن برو بیرون. خیلی خوب مؤدب باش. برو بیرون برو بیرون. شما فیلم ما رو بذارید ببینید. من از همون دم در کاملا جلوش رو گرفتم. اون تا روانی بود. اصلا نمیفهمی. هرچی بهش میگفتم خانم اینجا باشگاه مردانه است. گفت مسئله نیست مسئله نیست. بگین سجاد بیاد. صاحب اینجا هم که فراری داره. خانم سجاد کیه؟ فراری چیه؟ اصلا گوشش بده کار نبود. فقط من فوش میداد. بی کلاسی بی شوری نفهمی. گفتم خانم برو تام دوربینا اینجا رو همه که میاد میبینه. من از نون خوردن ننداز. ولی بازم نمیفهمی. خیلی خوب احمق بی شور نمیداره با خانم محترم چجور صحبت کنه. کجا چین گفتی ردشو گرفتیم گفتم الان میریم بالا سرش. بالا سر کی؟ بالا سر سجاده؟ فراریه میگم دیگه. نه بابا یارو یه حرف مفتی زن خودشم نفهمی چی گفته. بس که یه بار اونجا یارو رو دیده بودتش فکر اونجا مال اون. نه بابا پس حالا چی میشه؟ نه هم دونم. حالا بس بریم بچه ها رو برسونیم. کدوم بچه ها؟ آه تو خواب بودی ندیدیش. امرو دیر میاد خونه. غذات کجاست؟ رو شفاش. باریکلا با بزرگتون خوابه سرصدا نمی کنه. نمی منو مسخره میکنی ها؟ باریکلا. خب مامان تون قرار زنگ بزنه. خب خب گوشی رو میزنی به کجا؟ به پیریز. پیریز سمت چپ. چپ به راستیه نزنی برق داره چوب میشی یا باریکلا. کلیتا رو بده من. بدو بدو
مطمئنم کردی. مرسی. خداحافظ شما. ای بابا. چی شده؟ ها؟ هیچ. اون بود؟ کی؟ به مادر لیلا دیگه. اون مال چی چی آخه؟ چی پس؟ هیچی، باید بریم جایی. کجا؟ باید بریم تا نزاوات. پس چرا صبح که پرسیدم شرط چیه نگفتی؟ خب اون موقع من نمیدونستم با کی طرفم. با کی؟ نگران نباش، جا بعدی نمیریم، به نفعت. من گشنم. الان میری یه تعبندی درست حسابی میکنی. بیا. چی؟ این فلافل. استروگانوف نداشت؟ چی؟ استروگانوف یه همبرگر چیزی. دیگه این تازه است، همه هم داشتن از این میخوردن. بس خود چی گرفتی؟ همین دونونش. میخوام بگم دونونش کنه؟ نه. ها؟ همیشه دلم میخواست استروگانوف بخوام، انقدر که دختر دکتر شکوی حرفشون میزد، این به سگش هم داده بود. اما استروگانوف میگیرم. استروگانوف؟ چشم دونونش هم میگیرم. خوبه؟ واقعا؟ آره؟ هاشگلنار هاشگلنار خوب خوابیده یا نه هم خواب الانشی؟ باشو رسیده، باشو باشو بی پایین دیگه. اما نمیشه من نیام، میشینم تو ماشین. آقا مال چی نه، من اینجا اومدم مال تو. باش بی پایین. کدوم خونه؟ بی پایین همینه. برای کیه؟ ای بابا چقدر سوال میکنی. اما آخرش هم نمیرسیم. میرسیم میرسیم. من باید برسونم که میرسونم. بفرم. بوره دیگه، استخاره میکنم. یا الله یا الله. آجمه آجمه بله بی بالا کیه؟ بی بالا اممه بی بالا. آجمه مهمون داریم کجای بس؟ بابا تحمیل نمیدیم اگه صدا میکنیم هایی هوی چیزی. کیه؟ بی پایین؟ بابا اینه مادر خود میمونه. بیا اینه به لب تاخچه سر همی تاخچه باری کرد. این آدم بی کسکاری من آوردم حاجی ری ببینیم. تو سیفاد دسته حاجی. خورم یه چگاری بکنم آدم مریض بیرده نمیده. من امروز رفتم تو اتاق. هوا اینجا خیلی گرفت از خفه است، آدم سالم میاد مریض میشه. خب درو باز نکن. مال چی وانا کنم؟ این سرد میکنه، ضعیفه، بدنش جون نداره. بابا بذار هوا بیاد اینجا. هوا بابا این در باز دائما هوا کجا هوا میاد اونجا میگه هوا میاد هوا میاد. اینو بیه زر 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 بگه بلندش کنم بشینه. خوابه خوابه؟ کجاش خوابه؟ حاجی حاجی به قرآن خواب باشی. حاجی بفرم این نمیخواد ما رو ببینه. خوابه شما رو میخواد ببینه، منو نمیخواد ببینه. ماشی نمیخواد ببینه. خب
خدای من بهانه میگیره قضاوت شوره پی نمکه بیمن بگه اخته چیزشونه نمکش کن عب نداره برو من یه کمکی بداجم آدم نه نه شقه عذیت نمی کنه آجی درست نیست قویت نداره صبحم که جا تو جمع نکرده بودی نمیدونی چرا جام جمع میکنم پهم میشه خودش به فکر این باش که بالاخره دست پایی کنی یکی رو پیدا کنی برای خودت یه کمک حالی بهت باش یه اصلی مال ما پیدا نمیشه چرا نمیشه باید پیدا میشه نجا هست آدم بخواه هست والا ما که خیلی خاصی پیدا نشه یواش یواش باش نصرت زن میخواد بگیره آجی کی میخواد بگیره کی زنون میشه که دختری که 15 سال خودش پوچیکتر 15 سال عجب خیر یون دختره خب یه بابا میگه کنیزشم میشم کنیز آجی میشه آه باری که علا آجی این دختره کجا پیدا میکنه مال خودش پرستارم هست دختره پرستاره باشم کاروان کاروان داره کی گفته زنده من زنده ای مال خودش بود اون جز دروغ دهنگ چی نمی ببین پاهاش چه یخی اب نداره آجامه باز این آجداهو داشته برده بابا اینه میده این باسکول نیست میره باش برنج میکشه باش من نمیدم این دلش میسوزه میگه بده آجی جان مادر این نده خودش این که چه من بچه هاشون هم میرم این اهل کلنگ میکنن بیا شما ایش که حواس هرش داشته باش بای که الله خب حواس داشته باش بدم یه پایی آهانی نخ سب کنیش بکنم تو سب کلش چش نمیشه یه جوری میگی اینگار همه شما سبایی سنگیش بابا شما نباشه که من کارم زاره نه من وظیفه همه ولش کن آجی این سوپر برمیداری بیاری باره کلکا سوپا بی بیه آجی خودتم باید دلت بخواد مایچهات خوش بشه اینجام که سرده بابا کجا سرده سرما رو بخوریم من شغلش زیاد میکنم بخاریه رو من نازشی میکشی شماش بده من کاسو پر شما برو بخواب برو بخواب نه میخواد من نگفت من نخواب من میگه خوابم میگه برو لامپرم بزدم دست من بیام عوضش کنم برو قلوم بایده بیشین گلا بیشین قشن مال حاجی تعریف کن از کجا اومدی؟ کجا میخوای بری؟ مالچی چی اومدی؟ بیا بشین تعریف کن بیا بیا بیرون یه دقیقه خب من چی بگم الان؟ هرچی مال من گفتی مال حاجی هم بگو دیگه فقط حاجی میتونه مشنه رو پیدا کنه این حاجی میتونه؟ بله با یه تلفن پیدا میکنه نه میخوای اون برو اتاق بالا بشین من کارم تموشه بگم خوبه؟ نه میام فقط آره. چی باید بگم آمون هرچی مال من گفتی سیر تپیه هرچی آجی. گفتم از سو آره. اما طول میکشه زیاده مگه نگفتی تا سر شیش من میخوام شما رو برسونم اب نداره یوشی بیا بدو خب من یه مادرم فکر میکنم دلم شور میزنه فرد و روز من سرم رو بذارم زمین تکلیف حاجی چی میشه من گفتم یکی پیدا بشه یه قریبی بی کسی سن بیوهی کنار من باشی همه چی هست غذا هست جا هست لباس هست اگه محرم حاجیم بشه آیندم دار ولی این دختر خیلی جوان آره خلاصه تصمیمش گرفته و راه افتاده خب بگو آره دیگه با هم می اومدم دیگه چجوری اومدی؟ هیچی تا صبح نخوابیدم بعد سر که شد توندی رفتم ترمینال اومدم تهران خب بگو بابا بگو قشن مالا آجی تعریف کن سیر تا پیاز هر اتفاقی بوده گفتم آجی خود مونه قشن تعریف بگو نترس بگو جیب بابام هم زدم 47 تومن داشت 47 تومن چی؟ 3 تا 10 تومانی بود 2 تا 5 تومانی بقیه‌ش هم انامای دیشبش آه 47 هزار تومن
آره دیگه خیلی کم بود. نرگس 750 تومان باباش اینا زد تا بره پیش بالی. نرگس همون رفیقشی که فرار کرده رفته ترکیه. همه چی همون یاد گرفته. این بدبخت یه نامزدی هم داره، نامزد سرباز. بالی خانم که اینجا نمیشینه تو استانبول. آره شما دیدیش؟ بذار ایشون نشون. نه بیا حاجی. هی میگفتی بیرون چه خبره؟ بیرون چه خبره؟ بیرون قشنگ هشتم وسط آوردن تو. نمیش کو حاجی. والله. آه بفرام اینو حاج بالی خان ماریه سریعه ترکیه ایه. این اکثر زمان ها همه خاطر خواهینه. من نمیدونم این چی داره. مامانم این میزد تو سر بابا میگفت رحیم تو روحت سیبیلت هم به بالی خان نرفت آدم دلش خوش باشه. اونو میگفت تو خواهی چیت به خورم سلطان رفت آدم دلش خوش باشه. چیزی کلی سرکله هم میزن یه چیزایی هم میگفتن آخه زمستون هم اصلا شبکه میشه. آدم همه چی نمیگه که. خب علاقش بگو دیگه چی؟ آره 250 تومن هم مامانم داشت، یعنی گفته بود آخر خودم با این پولی ماهواره میگیرم. اونم برداشتم ولی چون مثلا درار قفل میکنن شبا دوزی زیاد شده بود اونجا. مثلا من از رو دیوار پریدم تو کوچه. بعد آخه میخواستم با اتوبوسینا بیام اسمم تو بلیتینا بود دیگه میفهمیدن نمیشد. مثلا من پیاده را افتادم اومدم که در فومشیمی پرایده بوم زد. آت آدم بیمارستان میری؟ آره چی شده؟ مامانم دردش گرفت. خب بشین بینیم بیاریمش. کیو؟ مادر تو دیگه میکو دختر رایی میستی؟ ولی هموری عملی نبودتی؟ من مامانم نگفتم که بابامو گفتم. بشین بینیم بیاریمش. کجا؟ دختر رایی؟ وایسته کجا؟ دختر رایی؟ حاجی این روز قبلش یه زنگ میزنه اون رفیقش. رفیقت اسمش چی بود تو کار طلا بود؟ حمید رضا. زنگ میزنه به اون، اونو تحویلش نمیگیر و اینو مایه میشه. مایه میشه راه میفته یه اس ام اس رو میزنه ساعت 2 ترمینال. به 2 نصف شب. یعنی من از راننده پرسیدم گفتم کی میرسیم؟ گفتو ولی رسیده بودیم نیومده بود که من انقدر به این زنگ زدم جوابمم نداد. دیگه محمود آقا گفتش که نگرد اینجا ولی نگه میگیرنت برو تو نمازخونه خواهران تو خود ترمینال اونجا بخواب. محمود آقا کیه؟ به ما نگفته بودی؟ راننده بود دیگه. آره با گفتش که پسر برسه حتما بهت زنگ میزنه. هفتش هم تو خود نمازخونه خواب بودم ولی وای اما یه زنه بود گذاشت من بخوابم. میخواست منو بلند کنه. بلند کنه؟ یعنی چی؟ بلند کنه یعنی بند کرده بود که مثلا من ببره یه جای خوب بخوابونه. الکی قیافش معلوم بود داره دروغ میگه. بعد فرکم از دستش اومدم میگفتم ولم کن بابا. بعد ولم نکرد. آخر اومد یه پرتقال برام گرفت و اینا بهش گفتم خب برای چی برام اینا رو برمی‌دارن قرص خواب این چیزا میزنن تو آب پرتقال آب میوه‌هاشون مسمومشون می‌کنن هر بلایی بگی سرشون میاره. نه من که خوردم چیزی نشد که. نه شما شانس آوردی. آره گفتش که بیا من تو رو ببرم دبی. یه دختر دارم اونجا یه شوهر شیخ داره پولدار قصد داره برای خودش دوبه. ماشین داره. آره آخر شب به من میگفت بده امشب 200-300 تومن کاسب بشی دیگه دست به دامن یه سروازه شدم از دستش فرار کردن. آقا سرکار یه دقیقه بایستا ببین یه پیرزنی از سر شب به من گیری داده من نمیدونم چی کار بکنم مزاحمت داره برای من جان. اونجا بود الان نشسته بود اونجا بایستا الان میام یه دقیقه بایستا کجا رفتی؟ دم اینجا سرگرد این هر شب یه جا خوابیده شب اول هم رفته مرقد خوابیده مرقد حمید دیگه... گفت برم اونجا بخوابم دیگه گفت برو اونجا کسی کار با کارت نداره به همه گفتم دیگه آره. خودش دانشجو شهرستانه ولی همه جای تهران آمار داره گفت سوار متروشو برو مرقد مترو سوار شدین تا حالا؟ نه سوار نشد خیلی خوبه این خارجه باز عکسشو بیارم من این استانبوله اینا صندلیش اینه صندلی ویلای دکتر شکوه این است. به پیرزنه که بغل دستم بود گفتم که خب الان من شب اینجا بخوابم چی میشه؟ گفتش که نمیشه که مثلا شب تا صبح اینجا بمونی ولی صبح تا شب کسی کار نداره دیگه خب اونجا پر ماموره دیگه آره نمیذارم معمول داره ولی گفت مثلا برای خواب حتما باید بریم مرقد. به
مریم و دلم سوخته بهت گفتم ما چیشی؟ این دوتا دستفروش بودن هم سه ساله مامانم یه خود جوان تر خب من از این هم فیلم گرفتم نگاه کن یعنی نمیخواستم اینا فیلم بگیرم ولی همینجوری اومدن نه این نیست این نیست دعوا شو میشه اوه بچه پرده زنها باید دعوا میکنم دعوایی باشن خیلی باید دعوا دیگه دو تا بچه دارم اینجا الان دستشو مشکسته بین نبود نگاه کن حالا اینجا من نتونستم فیلم بگیرم خب ولی یه ماموره به اینا گیر داد این داشت خوش میداخت جلوی مترو گرفتنش حالا یه فیلم هم از اونجاش دارم حالا نشون میده حاجی چیه؟ حاجی؟ حاجم من؟ حاجم من؟ حاجم الان آمپولش بزنه خوب بزنه حاجم من؟ یا آمپول چه بده؟ نه سردی یادم رفت آجم بده ماشالله بس چونت گرمه وقتی حرف میزنی بابا من کجا یادت میره آجم بده ایشون داشت صحبت ما که لال بودیم داشت صحبت میگه ایشون داشت گوش میداد حالا بعد او یکی اختلاط کنه چه بدی داری؟ آمپولش کجاست؟ من خدامه اونجا بقل تخت است دوری نیم درر به آجم بده دوری نیم آجم دوری بچه هم خوش نمیشه که خوانم اون پول بمزنم میبیم اینو یه دسته گل کیه؟ حاجی پسرم نابل حرف چیزی بهت زده نه به من چیزی نه خدا رو شکر این خونه از پدرش بهش رسیده این بساز بفروشا هی میگن که بده این خونه رو ما سه طبقه آپارتمان بهت میدیم این حقوقم دار منم خودم حقوق دارم چند سالته؟ من 16 در 17 سالم دیگه 16 سالم تموم شد ماشالله جوونم هستی میدونی که آدم باید از جوانی به فکر آینده باشه؟ بله آفر نمیشه نادر نادر نگو دیگه یواش یواش خب کیف هم بردارم کیف تو میخوای چکا؟ ها؟ کجا میخوای؟ بیرده من کجا میخوای بری؟ من نمیخوای کارت را بندازه خب چه؟ بیا واجی نشون بده من ماشین رو پیدا کنیم میگه خیلی خب بیا نشون بده واجی عکسشو یه جلو اینه چوبای صده اه بدو حاجی نشون بده اکسی چه حاجی اینو داشته باش این ماشین فراریه فراری یه دونه بیشتر نیست تو تهران خب هفتش تومن پول شه میشه اینو بده حالا هرچی میشه اینو بده که حاجی را داره حاجی را داره تو رو خدا اگه میتونی نامارش رو بگیم برای من پیداش کن یعنی من فقط به خاطر همین اومدم تن آرزوم همینه این شرط بندی کرده خود یه عکس بندازه گناه داره آجی میشه آجی فرداره باری که الاجه کرد اون تلفونو بده من آجی حواس دنو خیلی جمع اون دفترچهشون بده آجی فرزانه نباید استراحت کنه آجم داره استراحت میکنه باشه که بیل نمیزنه آمپولشم زدم من بسرین استراحت کنه بخوابه خودش گفت رفیق اما بگی میخوام باش حرف بزنم اب داره دست چکار کنم سب کنجی الو سلام آجی جان حالت خوبه روبرایی الحمدلله نادر آجی بله آجی پیش منه پیشم گوشی داشته باش آجی گوشی آجی بگو جانم آجی ام کار اینا راه انداز چش الو آجی جان آجی جان حقیقتش یه ماشینه فراری این قیمتشون بالاست یه دونه بیشتر نیست میشه اینو مال ما پیدا کنه آدرس رو میخواستیم نه بابا من میخوام بخرم یه آجی نه بابا آدرس رو میخوام مال کسی نوکرتم آجی خیلی بزرگواری نوکرت
منتظر من. یا علی حاجی جان. خیلی خوب تموم شد. چی شد؟ گفت پیدا میکنه. دمت گرم. آره. اون دست کم گرفتی؟ باورم نمیشه. دستتون درد نکنه. دمت گرم حاجی. حاجی واقعا بزرگواری. حاجی جون میگم نمیشه. نمیشه. نفس نمیتونی بکشی. نمیشه به قرآن. اول کن دیگه. من جواب ننت نمیتونم بدم حاجی. هوا در رو داشته باش. خیلی کریم بارم. هوا در رو داشته باش. بیرون وایسه و مواظب باش. حاجم میخواست بیا تو بگو داره عوضش. بدو. نه یا تو هم. حاجی ببین چجوری گرفتار کردی ما رو. توفه گوره بابا هرکی این سیگار اختراع کرد. حاجی دیگه رحم خواه دیگه بلش کن. بلش کن. تموم شد؟ خلاص شدی؟ آه؟ یادش بخیر. اون وقتا با نرگس هم موقع دلمون میگرفت میرفتیم جنگل برای جاده. اینقدر داد و فریاد میکردیم. آه جنگل آه؟ هم راحت. بیا سلطان جنگل. بیا دیر نمیشه. خیلی خب دیر نمیشه. نمیرسیم آه. چه قشنگ میرسه یارو. صدا گذاشتم روشه. نگاه کن حالا این داستانشه خب؟ نگاه کن. ضربه موقعشه که از اینا از اینا دو سه چهار. واو خیلی دو تا شکر. باشه کم با کله کچل. حالا این نگاه کن پیرو مرده چجوری میرسه. 90 سالشه نگاه کن. نگاه خیلی قشنگ. یه یه وقت حواظ پرد میشه تصادف بکنی. اما چه میرسیم؟ میرسیم همش بگیم میرسیم بابا چقدر حرف میزنی میرسیم بخوای آدرسشو بده من بنویسم ها؟ نه آدرسش تو کلم هست یادت میره بخوای نه میخواد من گیجم مال چی یادم بره؟ نه میخواد خیلی جوون ها ولی همه جای دنیا رو گشته کی؟ سجا آها آبانی ها خب ببین آبانی ها بهمنی ها خیلی با هم دیگه جیون ها خب یه قشنگ همه درک خوب هم میشناسیش ها ها؟ آره دیگه عکساش هست تو اینترنت اینا اصلا بزنی میار حالا حیف من شارژ ندم وگرنه خودم نشونت میدادم خودت نمره یه بیسی مثل هیچ کسی نیستی نه مثل هیچ کسی وای وای اما گوستت کامرا من دوبه دوبه هم رفتی مگه منصور با فراری هم فراری خیلی نه خم بابا خیلی نه خم بابا ماشین یو میگیرم میخوابم من خوشگوی همه کنسرت ها اینا رفته ها مامانشم عاشق اینا مامانم میگفت حیف نه همش تو سفر رو گشت گذر هم بریم سفر دبی من خودت ببر دبی بابا میگم ماشین رو میخوابم میگیرنم همین لکنتی رو در میارم نخوا نخوا
ببین تصادف که واقعا که باید میخونه و از زور بالا سرت بشه. خب تو پس چی همه پشتر من وایسادی؟ من بابا هم انقدر هوامو نداشت. نه ایدونه والا مال دل خودم، مال دل شما بود، نمیدونم وایسادیم دیگه. عاشقم شدی؟ ها؟ نه با نه فهمی من چی بیگم شما. میفهمم ولی خب اولش فکرم عاشقم شدی، بعدم فهمیدم موضوعی چی دیگه است. موضوع چیه اون وقت؟ تو میخوای منو بدی به اون؟ بدم به کی؟ به حاجی دیگه. حاجی؟ خواهی زن اون بشم، فکر این نفهمیدم. چرتو پرت، چرا داری میگی حاجی بند خدا بیچاره؟ من چرتو پرت میگم؟ خودش گفت دیگه. چی گفت؟ بس همینم از آدرس صاحب فراری رو نمیدی. فکر میکنی من فرار میکنم میرم خودم پیداش میکنم، دیگه دست به من نمیرسه. نه به قرآن اگه اینجوری بشه. چی داری میزنی؟ چی گفت آش خانم؟ شما چی گفتی بهش؟ چی اولش گفتش که تو خیلی بچه حیفی و فلان و اینا و گفتش که ما اینجا رو میخواییم بساز بفروش کنیم، من حقوق دارم، حاجی حقوق داره. بعدش هم گفت ثوابش خیلی زیاده. اینگاه من خرم. خب دیدم دیگه دختر نره نبا تو. لا لا لا، شما چی گفتیم وقت؟ من چی بگم؟ هیچی، فرار کردم. الان میفهم واسه چه حالی که منو کشوندی اونجا. واسه چی کشونده بودم وقت؟ واسه منو ببینه بپسنده. آره لا 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 لا، نه مسکی نمیشه. چیه؟ چی شد؟ ببین من تا حالا که یه شرط و شروطی نداشتم، ولی از اینجا به بعد یه شرط دارم. نه حتما زنشم. شرطم اینه که من شما رو میبرم به آدرس، قشنگ با ماشین عکساتو میندازی، همه کاراتو میکنی، کیفیتو میکنی با ماشین، بعدش میبرم ترمینال سوارت میکنم میری. قبول داری یا نه؟ ها؟ قبول داری؟ بس صبح که گفتم شرط چیه اینا رو نگفتی چرا؟ حالا من شرطم اینه، قبول داری یا نداری؟ نه. مال چی چی؟ آقا تهران میمونی چکار کنی مثلا؟ نمیدونم، حتما آقا سجاد میگه بمون دیگه. آقا سجاد به گور باباش خندید. آقا سجاد من شما پدر مادر نداریم، یه خانواده نداریم شما. چه فوش میدی؟ یعنی چی؟ غلط کردی بچه؟ اصلا گفته شما کجا هستی؟ کجا میری میای؟ این پنج شبه دیده شما رو؟ آدم این بچه؟ درست صحبت کن، احترام خودت رو نگه دار. خوبه منم فوش بدم؟ فوش بدی؟ آره خوبه. بابا برو پایین، بدو برو پایین دیگه، نمیخواد تو ماشین من بشینی، بدو. بس چی الان آخر کاری؟ آخر کاری نداره. اگه شما با من بر میگردی بعدم میفرستم خونه تو، شدنی. اگه نه کمی الان باید بری. میخوای یا نه؟ جواب منو بده. ها؟ نمیتونم برگردم، وضعیت منو میدونی که. من دارم میگم میبرم سوار اتوبوست میکنم، یه پولیوم دمرایی بهت میدم، برو حاجی. حاجی کجا مکه دیگه؟ نمیخواد که دیگه، کاری نداری که. بابا منو میکشه من برگردم. هیچ، بابای بچهش نمیکشه. حرفا الکی نزن. نمیزدیش که. شمارش میگی؟ شمارش بگی من با حرف بزنم. بگی باریکلا، بگی دیگه، شمارش بگی من با حرف بزنم. اصلا که سوارم کردی حرفا نبود که. اصلا من نمیدونستم با یه همچین آدمی طرفم که. چه آدمی؟ با همچین آدم بدبختی. بدو. بدبخت خودتی ها، شمارش هم نمیدم. وگه آقا سجاد بگه بمون که اون زندگی فهم نمی کنم برم اونجا که. شما بلند شدی اومدی اینجا سجاده رو ببینی، یا اومدی ماشین رو ببینی؟ اینو من بگو. خب ماشین رو ببینم، سجاد هم میبینم دیگه. اگه بگه بمون که نمیگم نه، خرم برگردم. ببین مولا سجاد، سجادم که برو پایین. تو رو به حضرت عباس من دنبال در سر نمیگردم. بدو برو پایین. میگم برو پایین ماشین. تا اینجا اومدیم دیگه. تا اینجا اومدی اینجا باید خوش برو. بدو. مگه آدرس ندم؟ آدرسشو بده. آدرسشو پیدا میکنی. بدو پایین. بدو، نمیخواد تو ماشین من بشی. من نمیخوام ببینم. برو پایین. من برمیگردم. بعد نمیگردی. بدو. میگم برمیگردم دیگه. مسخره کردی خودشو. داری قول میدی یا حرفت حرفه یا نه؟ حرفه یا نه؟
مامانم چی کارم؟ 250 تومن اون چی؟ مامانت میخواد 4 تا چک بهت بزنه، بیشتر که نمیشه بزنه. آره 250 تومن اون نمیدونی چیه که 3000 تومن ازش دوستم. ببین دست منو چیکار کرده، آتیش گذاشته. اینه من ردیفش میکنم دیگه. چی؟ بازم حرفی داری؟ ها حرف حساب چیه دیگه؟ هیچ چی دیگه. سلام آقا سجاد. اما چی شد؟ نمیدونم. آیفونه رو برداشت، تقیم کرد و یعنی چی؟ خب پس حتما خونن دیگه. بذار من خودم یادم. آره وقتی به من جواب نمیده به تو جواب نمیده دیگه. یعنی چی؟ خب پس الان چی کار کنیم؟ بشیم اینجا؟ اینجا که نمیدونم. موبایلت بده من. میخوای چی کار؟ بده من؟ شارژ داره؟ نه درستش بکنم. اون کجا میخوای بری؟ بیشین شما کاری. خب شاید خونه باشن یه دقیقه باشن. اجازه بده شما کاری نباشن. زنگم زدم، زنگم زدم، مادرش جواب نمیده.
یعنی یکی آیفون رو برداشت، آیفونی تقیم کرد ولی بعدش دیگه ایش کرد. آره جان احتمال داره شما آدرس اشتباه داده باشی؟ نمیشه؟ آخه منزل به این درندشتی نمیشه ایش که توش نباشه. آجی الهی فردا چم نمیشه شما یه زنگی بزنی بهش؟ بله. نه بقا آجی جان جواب داد، جواب داد. خدا حافظ، خدا حافظ. آش خانم سلام علیکم، حال شما خوبه؟ منزل آقا مرزانی اینجا؟ فرمایش هستن آقا سجاد؟ شما؟ من حقیقتش بچه داداشم، من شهرستان پاشت اومده اینجا، میخواستم ببینم میتونه با ماشین آقا سجاد یه عکس بندازه. هستن آقا سجاد؟ نیست. کی میان ایشون؟ معلوم نمیکنم. معلوم نمیکنم. خیلی خوب، اب نداره شما این درر زحمت میکشید وا کنی ما این بچه داخلش یه عکس بندازیم، زحمت کم میکنی. شما چی میخواین از این خونه؟ از این ماشین؟ از این آقا سجاد؟ هر رو هر رو آجی ما چی بوییم آقا؟ آقا ما سر خود که پا نشتیم بیایم اینجا. حاجی اون به حاجی شما زنگ زده، حاجی آقا فرزانه زنگ زده باشون هماهنگ کرده. فرزانه کیه؟ شما به حاجی آقا مرزانه بگین خودشون در جریان هم شما بگیم اشون اکی بپرسه ایشکنی اب نداره، ما کار خاصی نداریم، فقط این بچه بهونه میگیره این داخل شهر بندازه، ما دیگه کار نداره راه میفته میره. بچه نه بخواه ماشین بخوری که کامینه ماشین دست شما ماشین رد کردیم رفت سه ماه نیست. باور نمیکنی شما همون زحمت بکشید دره رو بکنید بچه ببینه جا ماشین خالیه دیگه راه میفته میریم. خودتون برید یا زنگ بزنم صد ده؟ نه یه لحظه برو کنم. ببخشید خانم این راننده من به کلی قاطی کرده. خب من دوست آقا سجاد هستم، ایشون خودشون پیغام داده بودن که من بیام، به دکتر ارجمند گفته بودن که با من کار دارن، به زن دکتر. بله حالا یه لحظه اگه میشه بهشون بگیم. چه ری داری تو دختر؟ ای آقا سجاد مشناختی الان اینجا پایی نمیستایی، تا یه دقیقه دیارم نرید زنگ زیم سجاد. نه یه لحظه شما به من گوش بدین، اشتباه میکنین، من میشناسم ایشون، ایشون هم کاملا منو میشناسن، بهش بگین گلنم دیگه خودش میشناسه. ما با هم یه شب مهمونی رفتیم ویلای دکتر ارجمندی، نه فکر کنم شما بشناسین. آره ما اونجا یه شب با هم بودیم. بهشون بگین خودشون یادشون هست که با آلاچیق آیفون 6 این آیفونشون هم دست منه. بعد کرده نفته با دیوار داری حرف میزنی؟ بارکلا آقا هم بارکلا. اهلا خانم. اهلا خانم. نه هم والا دختر اینقدر دروغگو میشه، اینقدر عاقباز میشه، اینقدر خودشو سواک میکنه. من میدونستم یه همچه آدمی سوال ماشه. این همون بسه دیگه. بله اینا تو خونه جواب رو من نمیدم، من میدونم. بیا بهت گفتم دو تا ماشین وسط خالیه، جای فراریه دیگه، بیا نگاه کن. اجا باشو برمیگرم من اینجا میشینم. بابا میگه سه ماه ماشین فروختن رفته از شما. اینو میگه، میگه مثلا خالیه جای فراریه دیگه. کجا میدونی جا فراری فراری فراری؟ خوشو میفهمم بو عشقمه. عشق صاحب ماشین است یا ماشین است؟ سر به سر من نذارا. حالا دوباره عمامو کردم دلیل نمیشه تو مثلا شخصی من دخالت کنی. مثلا آدم خرد میکنه. ساعت چنده؟ ها؟ میگم ساعت چنده؟ 5. 5 شیفت من بلند شو. بلند شو شیفت من. بلند شو میگم شیفت من بلند شو بری. مزاحم نمیشم دیگه. مزاحم؟ ما با من قرار نذاشتی تو. کو من هنوز عکس گرفتم با فراری کو. وقتی فرارینی نیم با چی بقرش میندازی تو؟ ای عکس کجا میاد؟ میگم نه. بالاخره میاد خونش اینجا دیگه. کفر منو در نه یا گلم. من چیکار کردم؟ میگم کفر منو در نه. من چیکار کردم؟ کفر تو در نه. قول قرار داشتی من میشه بزنی زیر قول قراره. من به زور با من قرار گذاشتی. من به زور با تو قرار گذاشتم. بله. و به زورم میبرم. بلند شو. دستتو بگی تو. این چی نمیگم. به خود جلو بیا جیغ و داد میکنم. میگم میخوای. میخوام چیکار کنم من؟
سلام سجا. مگه میشه یادت نباشه؟ من یادت نیست؟ فومن ویلای ارجمندی نه. حالا چی؟ پس یادته. چقدر خندیدی. خیلی خیلی خوش گذشت. فراری رو چی کار کردی؟ آره دنبال فراری بودی. من از اولم بهت گفتم اون عشق منه. راست میگی. گفتی. آژانس با آژانس اومدم. فراری کجاست؟ کرج. کرج نمیاد اینجا؟ ما میریم اونجا. میریم پیش فراری؟ چرا نریم؟ بچه‌ها میریم کرج. بپا بالا. حقیقتش این بچه
نمیدونم والا نمیدونم والا بله آقا. سلام شما. سلام علیکم. منظر آرایم اینجا؟ بله بفرمایید. منظر آقا رایم است ولی خودش نیست. رفته کوپایه. کارش داری با بری کوپایه. کوپایه کجاست؟ رستوران کوپایه اون وره فومنه. چی کارش داری؟ این کلبوشی دختر شما. دختر؟ ما که دختر نداریم. گلنارو گلنار کیه؟ ما دختر نداریم، ما اصلا هیچ وقت دختر نداشتیم. رئیم و کار داری برو کوپایی آقا.